رفتم من و هوای تو از سر نمی شود. رفتم من و هوای تو از سر نمی شود. داغ غمت ز سینه خواهر نمی شود. برخیز تا رویم برادر، که خواهرت تنها به سوی روضه مادر نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم من الان الى قیام یوم الدین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یک که شما بینندگان از و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام و عزاداران حسینی. ایام سوگ و سوگواری و عزای اهل بیت عصمت و طهارت، شهادت سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام بر آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا تسلیت باد و همچنین عزاداری های شما خوبان حسینیان عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله که مقبول درگاه خدای عزوجل و صاحب عزای این دو ماه یعنی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله که قرار بگیره. مفتخریم از اینکه خدا به ما توفیق داد و شاکریم از اینکه خدا باز هم قسمت کرد تا از بین الحرمین این دو مسجع شریف، حرم باصفای آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، از کنار این دو مرقد مطهر و دو مکان منور مهمون خونه های شما خوبان باشیم و باز هم راجع به آقای امام حسین علیه السلام بگیم و بشنویم. انشاءالله با ما همراه باشید تا برنامه امشب را هم در خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و مسلمین شیخ علی صحت باشیم و از بیانات گوهربار ایشون انشاءالله استفاده بکنیم. باشد تا به اندازه قطره ای از اقیانوس بیکران معرفت آقای امام حسین علیه السلام و احادیثی که در منقبت و بزرگواری این سرور و سالار شهیدان بیان شده بهره ای ببریم. حجت صحت سلام عرض میکنم خدمت شما و وقتتون بخیر. علیکم السلام، منم خدمت شما و همه بینندگان محترم دوستداران اهل بیت سلام عرض میکنم و برای همه اونها توفیق عزاداری امام حسین علیه السلام را خواستم. الهی آمین. انشاءالله شده که همه ما از عزاداران حقیقی آقای امام حسین علیه السلام باشیم و واقعا این افتخاری هست برای ما که به مواسات با حضرت زهرا سلام الله علیها این عزاداری ها را انجام بدیم. اجازه از ادبی هم بکنیم خدمت آقای امام حسین. بسم الله. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله قتلة الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا أبا الفضل ابن أمير المؤمنين يا عباس ابن علي، صلاةً كثيرةً تامةً زاكيةً متواصلةً متواترة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. گفته میشه که آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک جریانه، یک خط فکریه و یک در حقیقت مسیری هست و فرهنگی هست. سلمنا و آمنا. آقا امام حسین علیه السلام جریان، تفکر و ایدئولوژی و حرکتی است که همواره خروشان و خروشانتر میشه، ولیکن فراموش نکنیم که این جریان هیچ قائد و رهبر و امامی غیر از خود آقا امام حسین علیه السلام نداره و در تمامی عصرها و دوره‌ها و زمانها این خود آقا امام حسین هست که رهبری جریان حسینی رو در حقیقت
به دوش میگیره و بر عهده داره و خودش هست که حافظ تمامی دستگاه حسینیه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. و تا به امروز که امروز هست، همه ما با خواندن زیارت عاشورا عرض ادب میکنیم خدمت آقای امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون و براءت میجوییم از کسانی که آقای امام حسین علیه السلام رو در روز عاشورای سال 61 هجری به اون شکل به شهادت رسوندن. انشاءالله که همه ما از موالیان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت و از رهروان صادق خط حسینی باشیم و پیرو این بزرگواران تا به آخر عمر. همطور که مستحضر هستید، در این شبها برنامه سرزمین عشق مفتخر هست از اینکه احادیثی بسیار معروف به گونه ای که ورد زبان کوچک و بزرگ هست رو میاد و در کلام استاد گرانقدر حاج آقای صحت به شیوه های مختلفی باز میکنه و بر معلومات ما میافزایه. الحمدلله که خدا این توفیق رو به ما داده تا در مکتب اهل بیت لذت خودمون رو جویا باشیم و از بودن در این مکاتب و از بودن در این مکتب و نشستن پای این گونه صحبت ها لذت کافی و وافی رو ببریم. حاج صحت در خدمتتون هستیم تا ان شاء الله امشب هم یکی دیگر از احادیث معروف راجع به آقای امام حسین علیه السلام رو برای ما بیشتر باز بفرمایید و ما استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ويقولون آمنا ربنا آمنا فاكتبنا من الشاهدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على الحسين عليه السلام فإنها تكون ضاحكة مستبشرة. همونطوری که اشاره فرمودید، یکی از احادیث در باب فضائل امام حسین علیه السلام این حدیث و اشباه این حدیث است که به صورت‌های مختلف در لسان معصومین علیهم السلام آمده است. پیامبر گرامی اسلام فرمود روز قیامت تمام چشمه‌ها گریان خواهد بود مگر چشمی که برای حسین علیه السلام گریه کرده باشد، او خندان و فرحناک خواهد بود. به طور کلی ارتباط انسان با خدا به اصطلاح معروف با حضور و توجه قلب حاصل میشه. موقعی که انسان از قلب توجه نداره، چه در نماز چه در عبادات دیگر، اون ارتباط به طور کامل با خدا و توجه خدا در عبادات خدا برقرار نمیشه. همانطوری که شخص عابد باید در جواره خودش خاضع باشد، در قلب خودش هم باید خاشع باشه. نماز با خشوع می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رستگاری برای مؤمنین اون موقعی است که در نمازشون خشوع داشته باشن در مقابل عظمت خدا و ناچیز دانستن خودشون در مقابل خدا نماز بخونن، که اصلا نماز را هم خاشعین میخوانن و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین.
می‌فرماید استانت بجویید به نماز، و این نماز سنگینه، هر کسی نمیتونه نماز بخونه مگر کسی که خشوع داشته باشه. خشوع همون توجه کامل قلب در مقابل عظمت خدا، ولی این خشوع قلب نشانه هایی داره. یکی از بارزترین نشانه های خشوع قلب اشک دیدگان است. نشان میدهد این کسی که گریه میکنه دلش سوخته، دلش توجه داره، ولذا اشک دیدگان نشان دهنده خشوع قلب و توجه در دل و قلب انسان. این مرحله که پیش آمد انسان باید غنیمت بدانه. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود بکاء العین و خشیت القلوب من رحمت الله، فاذا وجدتموها فاغتنموها فی الدعا. فرمود اشک دیدگان و خشوع قلبها و خشیت دلها از رحمت خداست. خدا به یه بنده ای که عنایت کند چشم گریان به او میدهد و قلب خاشع میدهد. لو ان عبدن، دنباله حدیثه، لو ان عبدن بکا فی امتن لرحم الله هذه الامه به بکای هذا العبد. گاهی یک قطره اشکی یک بنده میریزه، بنا بوده که بلا نازل بشه بر اهل این شهر، این بنده از خشیت خدا، از توجه خدا، مثلا دعای کمیل خونده، قطره اشکی ریخته، خدا بلا را از اهل اون شهر، از اون امت برمیده. ولذا این اشک هایی که وجود داره، اینها گاهی اشک شوق و معرفت، گاهی اشک حزن و مصیبت، گاهی هم اشک خوف و خشیت. بحث اشک رو به میون آوردید، حالا قبل از اینکه کلا وارد بحث اشک بر امام حسین علیه السلام بشیم، فکر می‌کنم در مقدمش خالی از لطف نباشه که این مطلب رو هم یعنی ابتداعا واضح بشه و باز بکنید که برخی میان میگن که آقای امام حسین علیه السلام که الان متنعم هست و در خود زمان جنگ هم که در حقیقت با لشکر عمر سعد و ابن زیاد ملعون در حقیقت در حال پیکار بودند، میدونست که نهایت کارش لقاء خدا خواهد بود و در حقیقت بهشت برین، و حتی آقای امام حسین در اون لحظه هم یعنی طور که بیان میکنن اصلا خوشحال و سرخوش و در حقیقت بسیار خرسند بود از اینکه داره این اتفاق براش میفته برای آقای امام حسین علیه السلام. و خدمتتون عرض می‌کنم که بنابر این شما می‌خواید گریه بکنید، چرا برای امام حسین گریه بکنید؟ بیاید برای خودتون گریه بکنید. یعنی این مطلب رو در یک قالبی میان و در حقیقت بیانش می‌کنن، چه در قالب شعر، چه در قالب نثر، چه در قالب‌های مختلف میان برخی از افراد این مطلب رو بیان می‌کنن تا توجه مردم رو از گریه بر امام حسین منحرف کنن، بگن خب تو گناهکاری، تو بیا برای خودت گریه بکن. آیا اولا این دو تا سوال مطرح میشه، اولا اینکه اصلا این صحبت درست هست، جای محلی از اعراب داره یا نه، دوما اینکه اگر درست نیست آقای امام حسین علیه السلام مگر نیاز به گریه های ما دارن که ما برای ایشون گریه بکنیم؟ اگر توضیح بدید و بعد شما وارد بحث اصلیمون بشیم من ممنون میشم. خدمت کنم که من این سوال شما رو ذهنم نگه میدارم، یه چند فرازی این بحث ادامه میدم، کاملا درباره سوال شما با همدیگه گفتگو میکنیم، از افکار همدیگه استفاده میکنیم. خدمت کنم که عبودیت و بندگی از همین راه بکاست. ما روایات فراوان داریم. حالا من از باب نمونه به چند روایت و حدیث اشاره میکنم. مثلا ما داریم حدیث بسیار معروف که پیامبر گرامی اسلام فرمود کل عین باکیه یوم القیامه الا ثلاثه، عین بکت من خشیت الله، عین غضت عن محارم الله، و عین باتت
ساهرتن فی سبیل الله. فرمود روز قیامت همه چشمه ها گریان است مگر سه چشم. اول چشمی که از خشیت و خوف خدا گریه کنه، دوم چشمی که خودشو از نامحرم ناموس مردم بپوشونه، لااقل تو خونه مهمان که میری لااقل اونجا این افرادی که هستن تقواشون کمه، لااقل این مهمان دعوت کرده شما رو، اینقدر چشم باید هیز باشه که به ناموس مردم نگاه کنه، خودشو بپوشاند. و اینی که چشمی که شب را مقداری خاصی را به بیداری گذرنده باشه، که معلوم شه که این خشیت قلوب و بکاویون یه مسئله مهمیه، تنها منحصر به گریه برای آقای امام حسین علیه السلام نیست. و ما شخصی مثل امام زین العابدین علیه السلام را داریم در دعای ابو حمزه، میگوید ما لی لا ابکی ولا ادری الا ما یکون مسیری، چون یکی از بکائین عالم امام زین العابدین عرضه می دارد در دعای ابو حمزه سمانی، خدایا چرا گری نکنم، نمی دانم مسیر من به کجا منتهی خواهد شد، ارا نفسی تو خادعونی و ایامی تو خاطرونی، می بینم نفس من مرا داره فریب می ده، روزگار مرا گمراه می کنه، وقد تفقد اجنحة الموت على رأسی، خفقد اجنحة الموت على رأسی، می بینم که بالهای مرگ بر بالا سر من گشوده شده است، مالی لا ابکی اکی لخروج نفسی، گریه میکنم بر اون لحظه جان دادن، ابکی لظلمت قبری ابکی لزیق لحدی، گریه میکنم برای تاریکی قبرم برای تنگی لحدم، ابکی لخروج نفسی اوریانن ذلیلن حاملن سقدی علی زهری، مرتن انظر عن یمینی مرتن عن شمالی اذ الخلائق فی شأن دونشان ولکل امرئ شأن یغنی، میگه من بر اون حالات گریه میکنم، اون روزی که در قیامت من برانگیخته میشوم، تمام گناهانم بر دوش من سنگینی میکنه، گاهی این طرف گاه اون طرف نگاه میکنم، هر کسی گرفتار حال خودش. این است که خود این گریه یکی از مبانی ادیان الهی است که خشوع قلب را میاره. خدای متعال در قرآن در اوصاف عابدان میگوید یخرون للاذقان، اون عابدا در دوره بنی اسرائیل و در دوره‌های گذشته سجده که میکردن سجدهشون مثل ما به پیشانی نبود، این کاملتره، کامل سجده کامله که ما عرش بدن خودمون را در مقابل خدا به خاک میزنیم. ولی در میان بعضی از امت‌ها این چانه‌شون رو موقع سجده میذاشتن، یخرون للاذقان و یبکون و یزیدهم خشوعا، خود این بکا خشوع اونها را زیاد میکرد. ولذا گاهی این خشوع گاهی شوق و معرفته. خدای متعال درباره عده‌ای از راهبان و عالمان نصارا در قرآن مجید آیه هست می‌فرماید و لتجن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، ای رسول ما شدیدترین مردم از نظر دشمنی با مؤمنین یهود را می‌بینیم، و مهربانترین مردم به مؤمنین از نظر قلب و دل کسانی هستن که میگن ما نصارا هستیم، مسیحی هستیم. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن، اینا کیا هستن؟ چون در میان اینا یک قسیسین کشیشایی هستن، روحانیانی هستن که
ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانا و لهم لا یستکبرون، تکبر ندارن، حق و گوش میده. ببین آقای پیغمبر اسلام حق حضرت دین مسیحیت آیا الان باید باشه؟ بعد خدا اینا رو که تعریف میکنه چگونه تعریف میکنه؟ میفرماید و اذا سمعوا ما انزل الرسول، از آیات عجیب قرآنه، ترا اعینهم تفیض من الدمع، اینا کسانی هستن موقعی که معرفت به حق پیدا میکنن از شوق و معرفت گریه میکنن، چون میگوین عده‌ای از علمای نجران و مسیحی آمدن خدمت پیامبر گرامی اسلام، عرض کردن که شما درباره حضرت مسیح علی نبینا و علی و علیه السلام چه میفرمایید؟ آیات نازل شد و از کرفر کتاب مریم زنت وزد من اهلها مکانن شرقی و اتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا و تمثل لها بشرا سویا. موقعی که عیسی مخواست متولد بشه، مریم که شوهر نداشت به قدرت خدا، از بیت المقدس به سمت مشرق بیت المقدس آمد. خدا میگوید ما رسول خودمون را جبرائیل را فرستادیم فتمثل لها بشرا سویا، مثل یک انسان آراسته در مقابل مریم مجسم شد. قالت اعوذ بالله منک ان کنت تقیا، مریم پاکدامن گفت تو جوان در مقابل من چی کار میکنی؟ پناه به خدا اگر تو اهل تقوا هستی، یا این کنت شقیا در قرائت معصوم، پناه به خدا من. قال انی رسول ربک لاهب الیک غلاما زکیا، من نامحرم نیستم، من فرستاده خدا هستم، آمدم برای تو فرزند با ذکاوت و پاک خدا عطا کنه. بعد وقت گرفته نشه من همه آیات را بخوانم، تا اونجایی میرسد که فناداها من تهدها الله تهزنی فقط جعل رب که تهد که سریا. موقعی که مریم احساس حاملگی کرد، یه مرتبه عیسی متولد شد، صدا زد مادر غمگین نباش، و هزی الیه به جزء نخله، برو پناه، چون کسی که زایمان مخواد بکنه فشارش میاد، فشار داره، باید به کسی، به تخت بیمارستان یا به متکایی با دستاش میگیره فشار میده. عیسی صدا زد مادر به تکی بده به درخت خرما، چون از این درخت خرما بخور، میگن خرما تمام تقریبا نزدیک به تمام مواد غذایی رو داره، بله، انواع پروتئین ها رو داره. زن موقع زایمان احتیاج به چنین غذایی داره، چون اون ویتامین ها و امثال اینها صرف شده برای ولادت این بچه، و لذا یه چنین چیزی در قرآن آمده که این خرما را حضرت مریم بخوره. بعد هم میگوید که فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اینا را پیغمبر خوند تا رسید به اینجا که گفتن که از کجا بدونیم بچه را از کجا آوردی؟ فاشارت الی، حالا همه اینا رو آقا رسول الله در قالب وحی که نازل شده در آیات میخونه برای این نصارا، اینا هم تمام گوش دارن میدن. این کیه که اینطوری عظمت عیسی را داره معرفی میکنه؟ فاشارت الی، گفت که از خود این بچه پرسید من شوهر ندارم چگونه این بچه را آوردم؟ فقالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، مگر با بچه‌ای که در گهواره میشه صحبت کرد؟ عیسی به سخن آمد، قال اینی، سه روز بود متولد شد، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلات و زکات ما دم تحیین و برم به وارتی ولم یجعلنی جبارن شقی یا، تا اونجا که و سلام علی یوم ولد تو، خیلی قشنگ، و سلام علی یوم ولد تو و یوم اموت و یوم ابعث حیا. در گهواره صحبت کرده، من پیغمبر خدا هستم، کتاب خدا به من داده، این که بهتر از این است که شما به اقانیم ثلاثه معتقد باشید، بگین پسر خداست،
بعدم گیر کنید. اینا از شوق شروع کرده مگیری کرد. آیه نازل شد و ازا سم او ما انزل الى الرسول ترا اعینهم تفیض من الدم. و رضا جای بزرگ نیاگایی از تاری امثال از تاری مدح امیر المؤمنین میگن، مصیبت هم نیست. بله. این گریه میکنه، این گریه معرفته، یعنی میگید عجب ما پیشوایی داریم، یک چنین ضربت سهولت آمیزی داره، یک چنین معجزه‌ای داره. اینا مدح شده در قرآن، این گریه معرفت، گریه شوق. خدمت کنم گریه حزن هم داریم. ما دیگه از یعقوب که بالاتر نمیشیم. این آقایی که ایراد میکنه به گریه برای امام حسین، یعنی امام حسین از یوسف هم کمتره. حضرت یعقوب و تولا عنهم، موقعی که اینا یه آمدن گفتن که بابا دیگه از یوسف خبری نیست، فقال یا اسفا علی یوسف، دو مرتبه غمش تجدید شد که خبری نشدی از اون. و بیزد عیناه من الحزن، اونقدر از قصه گریه کرد که در حدیث داریم به اندازه مادر 70 مادر جوان مرده برای یوسف گریه کرد. برای یوسف پسرش نیست، برای اینکه این حجت خداست، برای اینکه این مظهر و جلوه خداست، یعنی اون عظمتی که در عالم پیدا کردن دو نفره. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود اوتی الحسین علیه السلام من الفضل ما لم یوت احد الا یوسف ابن یعقوب، فرمود در میان تمام عالمیان فضیلت و شکوهی که امام حسین پیدا کرده کیز کسی پیدا نکرد. یعنی این شکوهی که مسیحی‌ها، ارمنی‌ها، مسلمان‌ها همه دارن به آقای امام حسین اظهار محبت میکنن، مثل یوسفی است که از چاه زندان در آمده، مثل حسینی است که از محاصره بنی امیه و بنی مروان و کوفیان در آمده، به اوج دلها در ملکوت آسمان ها رسید. ولی زا این حدیث عجیبه، این حدیث از احادیث که خوبم تا به حال معنا نشده. اوتی الحسین من الفض ما لم یوت احد غیر یوسف ابن یعقوب. خب جناب یعقوب یزت ای نامن از بله. ما که برای امام حسین اینقدر گریه کردیم که چشمون کور بشه، باید اونقدر گریه بکنیم چشمام سفیده بیاره. بنابراین ما بررسی که میکنیم میبینیم یک نوع ارتباط، چه گریه معرفت، چه گریه شوق، چه گریه حزن باشه، در فراق دوستان باشه، که اصلا این در ادبیات ما اثر داره. آیی تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران، با ساربان بگویید احوال اشک چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. ولذا این طوریست که نشاط میاره، معرفت میاره، شوق میاره در دل انسان. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، بچه تا گریه نکنه مادر شیر نمیده. تا نخندد ابر کی خیزد چمن، تا نگرید طفلک حفل حلوا فروش، دی که بخشایش نمی آید به جوش. پس ما میبینیم که این یک مسیری است در عبادات، در عرفان، در سیر سلوک. اهل بکای حالات معنوی خاصی دارن که مورد عنایت خداست. و روایت هم همین داره میگه، انسان گاهی به گناهش گریه کنه. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود ثلاث منجیات، دیشب اشاره کردم، تبکی علی خطیئتک، فرمود سه چیز نجات دهنده است: انسان بر خطای خودش گریه کنه، یک تکف لسانک، زبانشو نگه داره، و تلزم بیدج، از اجتماعی که گناه درش هست دوری کنه. ولذا گاهی یا جاهای بزرگ نیا اونقدر این اشک چشم راه را نزدیک میکنه میان بر،
که در یه حدیث امام صادق علیه السلام فرمود یکون بین العبد و بین الجنت اکثر من السرا الى العرش لکثرت ذنوبه. گاهی انسان اونقدر گناهانش بار سنگین میشه ما بین او و بهشت به اندازه قعر زمین تا اوج عرش فاصله میفته. بهشت به این چرا بدن؟ این هنو گناه صریحا داره خدا را در روی زمینش نافرمانی میکنه، گناه میکنه بره بهش. فما یکون الا ان یبکی من خشیت الله. همین بنده یه مرتبه میاد ماه رمضان میرسه، آقا اینا که ایراد میکنن به. اینا تنها گریه امام حسین را که نباید ببینن، همین که گریه امام حسین، همین سینه زنه، همین زنجیر زنه، همین عاشق امام حسین گریه میکنه، این فردا تو مسجدها تو ماه رمضان الاف که میگه گریه میکنه، شما که اون موقع هم گریه نمیکنید، شما که نق میزنید ایراد میکنید بر گریه امام حسین، همین عزادار امام حسین های های برای گناهانش هم در شب قدر گریه میکنه. شما که غافلید، قلبتون قساوت و شقاوت گرفته، خجالت نمیکشن با این عظمت امام حسین، میان ایام عزاداری که میرسه یک ایراد میکنن، یک اینا عاقبت به شرن، اینا به جایی نخواهند رسید. اینا که در دستگاه امام حسین ایراد میکنن، علمای ما، مراجع ما به آقای امام حسین که میرسن میگن ما هیچ چی نمیگیم. فقه یک جمله است از یکی از فقها نقل میکنن از مرحوم آیت الله میرانی که گفته بوده الفقه فی عزاء الحسین ابتر. الله این فقیه بزرگوار میگفت فقه در اینجا ابتره، یعنی ساکته، نمیدونیم ما به قدری عظمت داره. من از این افراد حالا که گوش نمیدن برنامه ما رو، اینا رو که اینا گوش نمیدن، به گوششون برسه بابا بیایید عاقبت به شر نشید، با دستگاه امام حسین ور نرید، برید همه مشکلات وجود داره اونا رو حل کنید. مردم گرفتارن، بعضی ها در فساد، در اعتیاد، اونا را چرا با دستگاه امام حسین همش برمیرید؟ این نشون میده که اینا قلبه هاشون تاریک. حالا اینو فرمایید با دستگاه امام حسین، دستگاه امام حسینی که در سالیان سال، در تمام این ایام و در مرور تاریخ قدرت خودش رو نشون داده و بارها باعث نجات بشریت از زیر یوغ ستمکاران شده، همیشه بوده، همیشه همینطور بوده. بله، شیعه همیشه سرفراز بوده و همین عزاداری ها، از آل بویه تا دیالمه تا صفویه، این دولت‌های شیعه از برکت عزاداری امام حسین تونستن قدرت پیدا کنن. خیلی از این عزاداری ها مال آل بویه و دیالمه استش، یعنی اصل عزاداری که از اهل بیته، ولی کیفیتش، اون هنرنمایی مخصوصش مال دوران‌های مختلف. فرمود گاهی این بنده‌ای که اینقدر گناه کرده با یک قطره‌اش یکون بینه و بین الجنت اقرب من جفنت الى مغلطه. با یه قطره‌اش العف میگه، گناهش جوانیشو میگاره، خدایا گناه کردم، اشک میریزه، یه قطره‌اش به قدری بهشت را برای اون نزدیک میکنه که نزدیکتر از پرده چشم به خود چشم بعد از چشم. اینجاست که ما در این فصل احادیث و روایات فراوانی که داریم که حتی اگر انسان گریهش هم نمیاد، خب بالاخره یه چیز طبیعیه، بعضی ترشحات غدد چشمیش کمه، خب این غدد بدن بعضی ترشحاتشون معمولیه، بعضی ترشحات افراطی دارن، کم دارن، از غدد تیروئیدی گرفته تا به اصطلاح غده همین که انسولین تولید میکنه، لوز المعده، اینا همش خدا دیگه در پالایشگاه هاییست که در بدن هست. حالا یکی هم قده ترشح چشمش ضعیفه، ایچ کار کنه، این هم براش راه داره، خودشو به حالت گریه کننده داره، تباکی. رضا پیامبر گرامی اسلام یه روز داشت میرفت، دید چند تا جوان نشستن با همدیگه خوشو بش گفته بودن، پیغمبرم که خاکی بود دیگه، نشست بغل اونها. اگه من باشم میگم آه من بشینم کنار این جوانا، من شخصیتی هستم، طلبه هستم. پیغمبر نشست با اینا شروع کرد صحبت کرد،
بعد فرمود که من آیاتی را از سوره زمر میخوانم، هر کدام از شما گریه کردید بهش براتون واجب میشه. بابا مخصوص امام حسین نیست ای برادر، بیا ببین در باب گریه برای خدا چه ارزشی است. پیغمبر آیاتی خواند، وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، اون روز کشان کشان گروه گروه کفار را گناهکاران را به سوی دوزخ. آقای جوان گریه کردن، جوان دلش نرمه دیگه. یه جوانی گفت که یا رسول اینا اهل بهشت شدن من گریم نیامد. فرمود من دو مرتبه میخونم، من بکا او تباکا، هر کسی که بگریه خودشو به گریه کنن در آورد. این مسئله امام حسین نیست که بگی اینا صفویه درست کردن، اینا احادیثی است که از 1000 سال 1200 سال 400 سال در کتب وجود داره. فرمود هر کسی که گریه کند یا خودشو به گریه کننده در آورد بهش برای واجب میشه. بهش که دست من و شما هست که بخیل باشیم، چیکار داریم برادر؟ خدا مقاد بده این آقا بخیلی میکنه. بهانه میده خدا، به بهانه میده، به بهانه میده. بها ما نداریم بدیم که، ما چه بهایی داریم به خدا بدیم؟ از خدا احتیاج ما نداره که. پس همش بهانه است، همه اینها بهانه است. چون بها یعنی چی؟ ارزش. ما چیزی به خدا میتونیم بدیم؟ ابدا. هیچ چیزی داریم از خدا، از خداست. حالا فرمود پیغمبر برای تو هم بهشت واجب شد به خاطر اینکه تباکی پیدا کردی. سعید ابن یسار میگوید من به امام صادق علیه السلام فرمود عرض کردم که اتباکی ولم یک بکایی، گفت من میخوام گریه کنم، خودم به حالت گریه در میارم ولی گریم نمیاد. آقا تو مجلس امام حسین نشسته، یا تو شبهای قد دعای مثلا افتتاح میخونن، دعای ابو حمزه میخونن، اینطوری سرش گرفته یه تکونم میده، همون قبوله. خب این گریهش نمیاد دیگه، چی کار کنه؟ همونو خداوند عفوش میکنه، با اون که گریه کرده فرقی نداره، اون گریهش راحت میاد، این نمیاد. این است که عرض کرد ما گریه میکنیم. فرمود اجل باشه قبوله، ولو مثل جناح زبام. فرمود اگر به اندازه بال مگس، بال مگس چقدره؟ همون مقداری کم از چشمت عشق تر بشه چشمت، بخم بخم مبارک باد بر تو که این حالت را پیدا کردی، این حالت گریه ای که بالاخره اولیای الهی، انبیای الهی با این گریه از جناب یحیای پیغمبر، از آدم اونقدر گریه کرد تا یحیای پیغمبر، که حتی صورت گونه هاش زخمی شد حضرت یحیی، که می آوردن طبیب معالجه می کرد، روغم میمالید معالجه میکرد، چون یک نوع مثلا تأثیراتی اشک چشم در پوست بدن میگذره زخم میشه. آقا بحث بسیار البته مفصل هستش و من دوست ندارم قطع بکنم فرمایشات حضرت عالی رو، دوستان در اتاق فرمان من اطلاع میدن که میان برنامه رو آماده کردن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، میان برنامه ببینیمش پیدا می بحث ان شاء الله برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صورت ماه تو چه دیدن دارد، دیدم صورت ماه تو چه دیدن دارد، ناز تو حضرت عباس کشید، ناز تو حضرت عباس کشیدن دارد، دیدن 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 صورت ماه تو چه دیدن دارد، دیدن صورت ماه تو چه دیدن دارد، ناز تو حضرت عباس کشیدن دارد، هر شب انگار به دل، هر شب انگار به دل بال و پری میبخشی، که به سوی تو چنین شوق پریدن دارم. یوسف ام بنی، یوسف ام بنی،
یوسف ام بنین، ماه شب چهاردهم وصف زیباییت انگشت بریدن دارد، وصف زیباییت انگشت یوسف ام بنین، ماه شب چهاردهم یوسف ام بنین، یوسف ام بنین، ماه شب چهاردهم وصف زیباییت انگشت بریدن داره. یا عباس یا ولفضل، عشق تو ریشه دوانده است به اعماق دلم، قلب من با تو فقط حال تپیدن دارد. قسمتم نیست اگر یک سفر کرب و بلا، قسمتم نیست اگر یک سفر کرب و بلا، تو بگو نه که همین نیست شنیدن دارد، تو بگو نه که همین نیست شنیدن دارد. عاشق که به معشوق رسد، کربلا بین دو گنبد چه دویدن دارد، کربلا بین دو گنبد چه دویدن دارد. ان یوم الحسین اقرح جفون الله اسمل دموع انا و اذل حزیز الله، اسمل اسمل دموع انا و اذل عزیز الله. به عرض کربلا قال مولانا رضا و روا ابن شبی، قال مولانا رضا و روا ابن شبی، ان جدی الحسین ما تعجشان غری، ان جدی الحسین ما تعجشان غری، ترکوه فی العرا دامیان جسم سالی در مشام میرسد. چند نفر از شما عزیزان الان با دیدن این تصاویر با پنجره فولاد آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و آقا امام حسین علیه السلام دلتون لرزید، چشمانتون اشک بار شد و نم گرفت؟ وقتی که زیارت آقا امام حسین علیه السلام رو میخونیم، وقتی که روبروی باب قبله وایسادیم و داریم اذن دخول میگیریم، شیخ عباس قمی یک مطلب خیلی قشنگی رو ذکر کرده، میگه که اگر دلت لرزید، اونجا که داری میگی اذن دخول میگیری از آقا رسول الله و فرشتگان و اینها، اگر دلت لرزید و عشق بر گونه ات جاری شد، یعنی اذن گرفتی. بود منزه نبود در سفر روحانی. اگر همونجا تو خونه از پشت قاب شیشه تلویزیون گنبد بارگاه آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام رو دیدی و دلت لرزید، بدون که اذن دخول زیارت آقا رو گرفتیم. ما رو هم دعا کن. حضرت صدر در خدمت تو هستیم. بله، خدمت کنم که حالا به فرمای شما این بحث دامنه‌داریست که ما دنبال نمی کنیم، ولی از باب شکر نعمت که خدای متعال این چشم گریان را برای ما از راه گریه بر مصائب امام حسین علیه السلام عطا کرده به. که ما از این نعمت برخوردار هستیم. فرقه های دیگه از مسلمین غیر مسلمین یک چنین حالتی ندارن. بالاخره ما اگر گریه میکنیم برای امام حسین علیه السلام، این گریه برای شخص امام حسین به عنوانی که یک فرد نیست، به عنوانی که حجت خداست، به عنوانی که عزیز خداست، ما برای امام حسین علیه السلام گریه میکنیم و این یک لطفیست. حالا من قبل از این که وارد احادیث این باب بشم، در ارتباط با اون مسئلهی که شما مطرح کردید، اولا این ها میگوین که ما چه احساس داریم، چه نیاز داریم برای امام حسین گریه کنیم، امام حسین که مصیبتی نداره، بر مصیبت خودمون گریه کنیم.
ما اولا که بر مصیبت خودمون گریه میکنیم به خاطر اینکه مصیبت ما مثل مصیبت ماست، جدای از ما نیست. مصائب اون بزرگواران مصائب ماست و مصائب ما هم مصائب اونهاست. ما جدا نیستیم و این مصیبتی که عالمگیره، این مصیبت بزرگی که آسمان ها را لرزونده، عرش را لرزونده. شما در همین اولین زیارت مطلقه امام حسین اسلام در مفاتیح میخوانید اشهد ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له عزلت العرش، پایه ها و سایه های عرش لرزید. اینا عظمت امام حسین و مصیبت امام حسین را نمیدونن. اصلا آقای بزرگ نیا، ما یه مقدار بازتر روشن کنیم، این گریه بهترین عبادت برای ماست. امام حسین میگن کشته شده برای که گریه کنید. بله، ما هیچ ترسی نداریم از اقرار بین. امام حسین برای آزادی گریه کرده، برای عدالت کشته شده، برای عدالت، برای آزادی، برای امر معروف، برای همه اینا. اما یک جهتش هم گریه کرد، حضرت کشته شده که ما گریه کنیم. به ما عجوزن میگن که این مال مسیحیتی که حضرت عیسی به دار آویخته شد که مسیحیان آمرزیده بشه. میگم این چه قیاسی حضرت عیسی که این مصیبت ها را نداشت. بعد امام حسین که برتر از همه انبیاست، بنابراین اگر ما بر امام حسین گریه میکنیم در حقیقت نتیجهش برمیگرده به خود ما. بهترین عبادت گریه بر امام حسینه، بهترین نتیجه که حاصل میشه گریه بر امام حسینه. چون خود آقا عبدالله حسین فرمود انا قتیل الابره. میگن آقا قتیل الابره یعنی من کشته اشکا هستم. اینقدر بعضیا گمراهن، خورد شیشه دارن، خیلی به تعبیر عامیانه میان دست به اینم میبرن، میگن امام حسین گفته من کشته اشکه های کشته شده های صفین و نهروان و جمل هستن. یعنی اون روز اگر به دست امیرالمومنین این خوارج کشته نمیشد، امروز هم من کشته نمیشد. یک چنین توطئه های بله دارن تو این دانشمندان منحرف اظهار نظرها میکنن. امام حسین در حالی که دنبالش میفرماید لا یذکرنی مؤمنون الا استعمر، حدیثه که این نیست، حدیث دو جمله است. فرمود امام حسین علیه السلام من کشته اشک های شما است. انا قتیل الابر، ابر معنای اشک چشم است. مؤمنی مرا یاد نمی کنه، علامت ایمان برادر. اگر مؤمنی گریه نکنه ایمان نداره برای امام حسین، ایمانش تقلبیه. لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر. حتی داریم گاهی امیرالمومنین امام حسین را که صدا میزد میگفت یا قتیل الابر. گفتن یا ابر حسن یعنی چه قتیل الابر؟ ما چنین چیزی راجع به بچه‌ای که صدا بزنه نشنیدیم. فرمود حسین من کشته میشه و مؤمنین برای مصیبت او گریه میکنه. بالاخره این مصیبت عظما واقع شده در عالم، تمام پایه های عرش لرزیده، ملائکه گریه کردن، انبیا گریه کردن. ما هم برای تقرب به الهی باید به این عزیز خدا گریه کنیم. مصیبت او دلهای ما را کاهیده است. در جایی که مثل آقای امام رضا، امام صادق فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا. بله، یوم حسین، روز عاشورا و مصیبت امام حسین، قروح معنای زخم دیگه. جفون جفن این پرده چشم میگن، نه موجه. بعضی هم میگن موجه های موجه که زخم نمیشه، مو از این یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و ازل عزیزنا به عرض کربن و بلا. بعضی هم میگن آقا شما از امام حسین قهرمان بسازید. امام حسین نیامده که بازی فوتبال نیست که ما بر از امام حسین قهرمان درست کنیم. یا گودی چیزه و کشتیه، نه، ما مظلومیت امام حسین را باید بگیم.
و الا در تاریخ قهرمان ها زیاد بودن، کشته شدن، کشتن. خیلی از نهضت هایی که در شیعه وجود داشته، از بن الحسن گرفته، از زیدیه گرفته تا برسه حسین ابن علی بن الفخ، همه شونو خدا رحمت کنه، از یحیی و زید، اینا شهادتشون خیلی عجیب بوده، اما به مصیبت امام حسین علیه السلام نمیرسه. فرمود ان یوم الحسین اقرب جوفنا و اسفل و ازل ذلیلنا و عرض کرب و بلا او رسدنا الکرب و البلا الى یوم الانقضاء. این کرب و بلای امام حسین تا روز قیامت تو دلهای ما هستش. یه مطلبی رو من داخل پرانتز اگر بفهمید عرض بکنم، که اگر واقعا کسی معرفت حقیقی داشته باشه به مقام و منزلت آقای امام حسین علیه السلام، میبینه که یک خار رفتن در پای آقای امام حسین علیه السلام به اندازه کشته شدن و در حقیقت نابودی تمام عالم وجود میارزه، یعنی همه بمیرند و یک خار به پای آقای امام حسین وارد. این معرفت ندارن مقام آقای امام حسین. متاسفانه دلهای نورانی اینی که شما میفرمایید یک ذره هم نداره. خدا به ما احسان کرده، ما ادعایی نداریم، ولی این مردم نور محبت امام حسین در دلش افتاده، 30 سال 40 سال سینه میزنه، گریه میکنه، چه عبادتی بهتر. فرمود و علی مثل آخر حدیثه، فعلی مثل الحسین فلیبک الباکون فان البکا علی الحسین یهت الذنوب الانسان. فرمود گریه بر امام حسین گناهان بزرگ را فرو میبرد، فرو میزد. از اینجا نگاه میکنیم که نما تمام، الان شما اشاره فرمود تمام عوالم وجود متاثر شدن. گفتن یه موقعی زید شهاب میگوید ما عده‌ای از اصحاب خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، جعفر ابن عفان رسید، یک ماده روزخان مرثیه خان، حضرت ادناه و قدبه اینو صدا زد در میان اصحاب که نشستم، بغل خودش احترام کرد، یک روزه خان، یک مدده. فرمود سمعت و انکه تقول و فی الحسین الشعر و تجید، شنیدم تو در باره امام حسین شعر میگی، خوبم میخونی، روزه خوب میخونی، بخون برای ما. اینم شروع کرد، میگه من تا خوندم فبکا ابو عبدالله صادق علیه السلام حتی جرد دموع علی صدره و بکا من معه. بنده خدا حجت خدا داره گریه میکنه، تو چی میگی؟ امام صادقی که همه ی حوزه های عالم در مقابل یک حدیث او خاشن، در مقابل یک شاگرد او، امام صادق علیه السلام گریه کرد، اشک دیدگانش جاری شد به سینه‌اش، همه گریه کردن. فرمود یا جعفر والله لقد شهدت هنا ملائکه المقربون فبکوا للحسین کما بکینا و اشد. فرمود ملائکه جمع شدن، هر جایی که عزای امام حسین باشه ملائکه هستن، خود اهل بیت هستن. حالا من یه قصه نمیگیم اینا را، اتفاقی دیگه، حالا فرصتم نیست، 12 دقیقه تا پایان برنامه، حالا برای اینکه بحث خسته کننده نباشه گفتن یکی از ذاکرین مخلص نظام رشدی بود. اینو در یکی از این کتابایی که در حالات مرحوم علامه مداح نوشتن، 60 سال خدمتگزاری با آستان اهل بیت، میگوید این نظام رشدی یه مجلسی دعوت میکنن در اطراف شهر، اون مجلس مهم بوده، لابد طرف پذیرایش هم خوب بوده. بعد پیرزن به نظام میگه که میایی خونه امام یه روزه بخونی؟ برای پیرزن بره، میبینه که اتفاقا این آدرس خانه این پیرزن نزدیکه. نظام رشدی میگه حالا که ما میریم خونه این شخص محترم، سرپایی یک روزه هم تو خونه این پیرزن میخوریم که ثوابی ببریم. آقا میاد خونه این پیرزن، میبینه که پیرزن آب پاشیده، جالو کرده، نشسته. نظام رشدی وارد میشه، میگه بس مستمعینت کو، میگه تو بشین و صندلی گذاشته، تو بشین، اینا میان
نظام رشتی میگه من هرچی نگاه کردم کسی نیست. کسی نه. این یه قصه ای داره. میگن که نظام رشتی تا میگو السلام علیکی آبا عبدالله گریه میکن. سوز داشت. سوز داشت. بعد یه کسی از این رفقاش گفت که این کلک نباشه نظام. هنوز روز شروع کرده میگن گاهی بعضیا حرفه‌ای گریه میکنن. گفت نه باید من به شما بریم یه آبگوشت بزباش درست کنید. بیام من قلت اینو بگم. اون طرف هم آبگوشت بزباش درست کرد. این هیئتی‌ها رو دعوت کرد. نظام گفت ما رفتیم خونه این پیرزن. این قصه را گفت. نشستم روی صندلی تا دیدم هیچ کسی نیست. گفتم حالا دیگه کسی نیست. صلی الله علیه و عبدالله میگیم و میریم. تا شروع کردم گفتم صلی الله علیه و عبدالله دیدم صدای گریه آمد. دانستم پیغمبر فاطمه زهرا حسن حسین ملائکه. میگه تا اون سلام میدم اون سلام به یادم میاد گریم میفته. مجلس امام حسین مسئله انقلاب و مجاهدت همش درست. یک خاصیتی یک نمکی خدا در این مراسم و مجالس امام حسین قرار داده که اولیای خودش را از این طرف جذب کنه. آقا سرش رو هم با این حساب‌های دو تا چهار تای زمینی نمیشه بررسی. یعنی خیلی از این اندیشمندان، خیلی از متفکرین، خیلی از روشنفکرها میان بندگان خدا زحمت هم میکشن، خسته هم میشن، خیلی هم صحبت میکنن، خیلی هم گهگودار میان در حقیقت مخالفت هم میکنن به خاطر اینکه نمیگیرسن به این قضیه که آقا جو قضیه موضوع چیه. با دو تا چهار تا حساب کتاب خودشون جور در نمیاد. کاملا درست. واسه همین نمیدونن دست و پاشون میبنده بسته میشه که خب ما چی بگیم. اونجا که طرف بالاخره احساس میکنه که باید یه حرفی بزنه، اگه حرف نزنه مثلا خدای نکرده میگن طرف به عذر میخوام لال از دنیا رفته، میاد و یک افاضه فضلی میکنن. از اون طرف هم در حقیقت جلوی دستگاه آقای امام حسین بعدم یه محرمی میرسه تمام این تبلیغات رو میشورد میبره. مردم میان همونایی که خودشون میگفتن اعتراض میکنه خودونم میگریه میکنه. یه بساطیه سبحان الله گریه برای امام حسین علیه السلام که در این مجالس خود اهل بیت میان، خود پیغمبر، خود ائمه، همه برای امام حسین علیه السلام گریه کردن. فرمود آن جعفر ابن عفان میگفتن که حضرت فرمود جعفر به خدا قسم ملائکه مقرب در اینجا حاضر شدن گریه کردن همونطوری که ما گریه کردیم بر اشد شدیدتر از ما گریه کردن. قصه یک انقلاب و یک جهاد و یک شهادت نیست، موافق این است. همین که شما فرمودید موافق فکر بشریه. بساط امام حسین برای اینکه رحمتون واسع است بالاخره بکشونه مردم را بیاره آقای امام حسین و بساط امام حسین به سوی گریه و عزا، این است که این همه برای گریه بر امام حسین سفارش شده. علما بزرگان مثل آیت الله مرعشی، مثل آیت الله بروجردی، اینا خدمت کم که وصیت میکرد اون دستمالی که برای امام، اون مرجع به اون بزرگواری این همه کتاب نوشته مثل احقاق الحق، یا اون بزرگوار مثل جامع الاحادیث، امثال اینا. اما اینا نهایتا موقعی که میان میرسن به امام حسین وصیت میکنه اون دستمالی که اشک چشممو با خوش کردم با من دفن، وصیت میکنه من مردم عمامه مرا یک طرفشو به تابوت ببندید، یک طرفشم به این منبر امام حسین که میرفتن روزه میخوندن تو حسینی. اون شخصیت بزرگوار چشمش تا آخر اون مرجع تقلید میگفتن که این از گل زیر پا یا از گلی که به لباس عزاداران میمدن به چشمش کشید تا آخر عمر بیناییشو کوشش نمیشنید، سخت میشنید، ولی چشمش تا آخر عمر به راحتی میدید، احتیاج به عینک نداشت. ما باید شاکر باشیم خدای متعال بنده خدا یک چنین نعمتی به ما عطا کرده. چرا کفران میکنیم؟ ما کجا و امام حسین کجا و من که باشم که بران خاطر آتر گذرم؟ لطفه ها میکنی ای خاک درت تاج سرم. فرمود ان الحسین عند ربه ینظر الی مسکری و من یبکی. فرمود امام حسین نگاه میکنه به اونایی که براش گریه میکنن، از جدش رسول خدا میخواد برای این استغفار کنه، از پدرش امیرالمؤمنین میخواد برای استغفار کنه،
از مادرش میخواد استغفار کنه، از برادرش امام حسن، خودش استغفار میکنه. دیگه بنده خدا اگر چنین باشه گناهی نایمونه که دیگه جا بلندتر و بالاتر از حالا این بحث فقط محو سیئات یا بدل و سیئات و هم حسنه هم هست که دیگه حالا اون بله اون دیگه خیلی غوغاس گریه بر امام حسین اون کیمیایی است که خداوند متعال عطا کرده است. ولذا پیغمبر فرمود هر چش برگردیم به اصل حدیثی که موضوع بحث و عنوان بحث ما بود، به فاطمه زهرا فرمود تمام چشمه ها روز قیامت گریان خواهند. یا عبدالله، مگر اون چشمی که برای حسین گریه کند زاهکتن خندان. میگن آخ لب که خندان نمیشه، بس. تنها چشمم خنده. گاهی دیدی کسی میخنده چشمش خندان، روز قیامت چشمش خندان، زاهکتن مستبشره. حالا این مدرکی نداره، این جنبه تحقیقی نداره، جنبه عاطفی شو من میخوام عرض کنم. آقای بزرگینا، تو این دنیا هم همینه. تو این دنیا کسی عزیزش از بین میره، از دنیا میره، این گریه میکنه، بعد این میبرن سرم وصل میکنن، اعصابش به هم میخوره، سیستم عصبیش به هم میریزه. اما این آقا های های برای امام حسین گریه کرده، از مجلس که میاد قبراغ، بله، زاهکت هم مستبشره، تو همین دنیا هم نتیجه میده. سرحال میره خونش که من رفتم تو عزای امام حسین علیه السلام شرکت کردم، گریه کردم. این است که همه اولیای الهی و انبیای الهی برای امام حسین علیه السلام گریه کردن و از این گریه های برای حسین نتیجه ها گرفتن. الله اکبر. خدا اینی که فرمودید به حقیقتا هم همینطوره. گاهن آدم در مصیبت آقای امام حسین علیه السلام، ما چی بگم، من میترسم یه صحبت بکنم دل بیننده های عزیز بره. الان ما اینجا کربلاییم، کنار حرم با صفای آقای امام حسینی و من حس میکنم میفهمم چی تو دل بیننده ها میگذره. خب خدا ثوابشو میده، نیت زیارت داشته باشن، توانایی و امکانش رو چون دور باشه از کربلا، دلش بزنه برای کربلا، برای فراغ، درد فراغ مشکل. من این رو میخوام خدمت رو عرض بکنم که حقیقتا گاهن تو که فرمودی توی روزه های آقای امام حسین علیه السلام که عزیزان خطبا و اهل فن میان صحبت میکنن و مصاحب آقای امام حسین علیه السلام رو که باز میکنن، بالاخص در دهه اول محرم یک مطلبی هست، میگه تقطعت نیات قلبی، نیات قلب. خدا آقا بقیت الله میفرمایند راجع به چیز، یعنی آدم حس میکنه دلش داره تیکه تیکه میشه برای آقای امام حسین از شدت مصیبت، از شدت اندوه و در حقیقت اون عزای آقای امام حسین علیه السلام. و برای خود من هم گاهن اتفاق افتاده، نمیدونم حالا بحث همون تباکی که در حقیقت حتی بیان عزای آقای امام حسین علیه السلام بحث ریا نیست، بحث خدمت رو عرض بکنم چیز هستش، برای خود بنده همین اتفاق افتاده که واقعا یک حالتی برام پیش میاد که حس میکنم قلبم داره از جا کنده میشه. ولیکن بعد از این که تموم میشه اون مجلس، از لحاظ روحی احساس میکنم که تراوت دیگه ای پیدا کردم. بله. جدای اون که کسی که مثلا خدای نکره پدرش رو مادرش رو یکی از اقوامش از دست بده و به خاطر مصیبت اون در حقیقت شخص به قول شما میره و بیمارستان میره، سرم بهش میزنن و اصلا حالش بد میشه، چه بسا خدای نکره سکته هم میکنه. مصیبت آقای امام حسین علیه السلام گریه میکنی تیکه تیکه میشه قلب آدم، ولی از اون طرف نشاط روحانی که بر انسان مستولی میشه به مراتب بالاتر از نشاطی هستش که در لهو و لعب دنیوی بخواد شخص بهش دست پیدا بکنه و بهش بده. حالا این سوالی که این دوتا سوالی که شما مطرح کردید، خب این اول که ما گریهمون برای در حقیقت این است که چنین مصیبتی بر بشریت وارد شده، چرا باید چنین مصیبتی ما گریه میکنیم؟ اما اینکه امام حسین باید بخندیم، بعضی از این آقایون میگن که روز عاشورا شما بخندید به خاطر اینکه امام حسین به پیروزی رسیده، نامش در تاریخ باقی مانده، محبوبیتش. این حرف غلط اندازیه. خدمت دست کنم که ما اگر برای امام حسین گریه میکنیم، شما این آقایی که این حرفو میزنه اگر یک جوانش بمیره بیاد سر
جنازه جوانش بخنده توبیخش میکنن. بله. اونجا چرا نمیگه آقا من از خوشحالی جوانم رفت به جوار قرب الهی؟ برخی این افراد مرگ حق برای همسایه دیگه. آره دیگه. خیلی ممنون و متشکرم. استفاده کردیم بینندگان از ارجمند از یکایی که شما هم سپاسگزاریم از اینکه بیننده برنامه سرزمین عشق بودید. خدا شاهد دعا میکنم همه شما خوبان، همه شما عزیزان زهار آقای امام حسین علیه السلام باشید و انشالله که اربعین آینده همه شما رو در کربلا زیارت کنید. نه با زیاره شما هستیم. موفق باشید. التماس دعا. یا حسین.